شب همتون بخیر. موضوع امشب هست انتخاب کردن و انتخاب شدن. خب قبلش بهتون بگم، من هیچ وقت هرگز طی این چند سالی که با شما صحبت کردم برای فردا صحبت نکردم. من برای تمام عمرتون صحبت کردم. مواردی که من عرض میکنم هیچ وقت واسه فردا نبوده. خیلی هم مسخرم کردن، آقا این 10 سال بعد رو میبینه. نه، ما هم میبینیم، خدا رو شکر میبینیم. من واسه اونایی صحبت میکنم که دوست دارند یکی دیگه همون چیزی که میدونن رو تایید کنه. پس من هرگز واسه فردا صحبت نکردم که چیزایی که من عرض میکنم نه فقط واسه فردا، که واسه فرداهای تو و همیشه استفاده خواهد شد و همه جا هم میتونی استفاده کنی اگر میخوای آدم موفقی باشی. بعضی دلشون نمیخواد آدم موفقی باشن، یا باور ندارن که آدم موفقی هن. یا راهشون این راه نیست، دوست دارن از یه راه دیگه. خب راه ها متفاوته، ما از این راه میخوایم و از این راه تجربه کردیم و از این راه دوست داریم. پس این نکته رو خدمتتون عرض کنم. و مسئله بعدی در مورد فردا، که آیا از خونه بریم بیرون یا نریم بیرون. من دو تا نکته رو عرض کنم و بریم سر مسئله امشبمون، انتخاب کردن و انتخاب شدن. من یک معلمم. من از زمانی که حتی دیپلم نگرفته بودم معلم بودم و راهنمایی بودم، به همکلاسام درس میدادم. دیپلم نگرفته شاگرد داشتم، پول میگرفتم درس میدادم. یعنی شغلم معلمیه، کارم معلمیه، عشق میکنم که درس بدم. ریاضی بلد بودم، ریاضی درس دادم. فیزیک بلد بودم، فیزیک درس دادم. کامپیوتر بلد بودم، کامپیوتر درس دادم. یه ذره اقتصاد یاد گرفتم، اقتصاد درس دادم. فتوشاپ یاد میگیرم، فتوشاپ درس میدم. من درس میدم. یک معلم چراغ روشن میکنه. من لیدر نیستم. دیشب هم توی کلاب هاست گفتم. من لیدر نیستم و هرگز نمیخوام که لیدر باشم. هرگز متنفرم از لیدر بودن. من چراغ روشن میکنم جلوی پاد، که جلوی پادو ببینی، خودت راه خودتو انتخاب کنی. هر کس راه خودشو میره، هر کی توی مسیری میره. شاگردای من یکشون دکتره، یکشون مهندسه، یکشون جراحه، اون یکی نمیدونم مغازه داره، یکی هنرمنده. هر کسی یه شغلی داره. من همه رو به یک سمت نمیبرم، هر کسی خودش سمت خودشو مشخص میکنه. من فقط چراغ میندازم. خب و یه نکته دیگر هم بهتون بگم، در آخر من جواب فردا رو میدم، ولی اونایی که به دنبال فردا امشب میگردند عینه میمونه که شب امتحان منو صدا کردی بیا درس بخونی واسه فردا. تو 1 سال باید درس میخوندی، تو 1 ترم باید درس میخوندی، الان وقت امتحان فردات نیست. حالا کسایی که حتی شک دارن در مورد فردا، اول دوباره یه نکته دیگر عرض کنم. دیشب یه مثال زدم، امشب مثال مهربونتر پیدا کردم. آقا مثل این میمونه من بخوام تصمیم بگیرم که آقا فردا شما چی کار کنید، این میمونه که من بیام اینجا در مورد اینکه چگونه یه کبریت را روشن کنیم صحبت کنم، که بگم آقا ببین اول کبریت را در بیاورید. یعنی فکر نکنید کبریت این قوطی است، نه، بلد باشید یه چیزی توشه باید در بیاری، بعد بلد باشید کجاشو به کجا بکشی. من مثل این میمونه که بیام اینا رو واسهتون توضیح بدم که شما تشخیص بدید فردا باید چی کار کنید. و بله، من به طور قطعی آخر همین لایف بهتون میگم که فردا چه اتفاقی میفته و فرداهای بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. نه چون شعبده بازم، چون من یه معلمم، من آدم با تجربه هم، چون من میشناسم و میدونم و میگم. حالا و میگم، میبینی که این اتفاق خواهد افتاد، نه چون من گفتم، چون این اتفاق میفته من میگم. و نکته بعد این که جواب امتحان میشه 2. من بهت بگم 2 به هیچ دردت نمیخوره. تو باید بلد باشی مسئله رو حل کنی و به عدد 2 برسی. امیدوارم به این نکته برسیم. حالا بریم سر انتخاب کردن و انتخاب شدن و ببینیم کدوم یکی ارجحیت بالایی داره. و یه نکته رو عرض کنم و بعد برم سر این قطعه. کسانی که شک دارن برای فرداشون که آقا من نمیدونم فردا چی کار کنم، میخوام یه نکته رو بهت بگم. یا منو قبول داری یا منو قبول نداری، یا منو دوست داری یا منو دوست نداری، اصلا کاری ندارم. من به همه هم گفتم آقا ما هرگز هممون با هم اشتراکات یکسان نداریم.
که تو تمام موارد اشتراک داشته باشیم، تو خیلی موارد اشتراک داریم. مثلا تو یه مورد من با اشتراکاتم با هموطنانم و یا مردم دیگه ای رابطه برقرار میکنم، نه اینکه طرف باید عیناً مثل من. اصلا من دنبال کسایی که عیناً مثل خودم باشن نمیگردم. من آدمایی میخوام از من ازشون چیز داد بگیرم، اگه هم مثل من باشن که به چه درد میخوره من باهاشون رفتم، خودم هستم که. پس ولی اشتراکاتی داریم، ما با اون اشتراکات با هم زندگی میکنیم. خواهش ازتون میکنم اون 3 سال اگر گوش ندادید، خب دیگه عزیزانی که تو کلاب هاوس هستن اجازه بدن حرفام که تموم شد میکروفون رو باز میکنم، میتونی صحبت کنید. داشتم عرض میکردم، پرید از سرم ولی یادم میاد. ها، ما یه اشتراکاتی داریم، از اشتراکاتمون استفاده. من 3 سال صحبت کردم، یه نفر 3 سال پای صحبت های من نبوده، یه نفر 3 سال در جریان نیست، یه نفر اصلا دفعه اول اومده نشسته اینجا. من طی ماه گذشته، طی ماهی که الان توش هستیم، فکر کنم حدودا 15 تا لایو گذاشتم. شما یکی از اون لایو ها رو اگر گوش بدی کافیه که بتونه واسه فردا تصمیم بگیری، یه دونه شو، فقط یه دونه شو. ولی حالا واسه میگم، شما اگر مدیریت زمان رو گوش بدی به دردت میخوره. شما اگر در مورد کلاهبرداری من یه لایو گذاشتم گوش بدی به دردت میخوره. در مورد پیش بینی آینده، تغییر آینده، یه لایو گذاشتم بگردی به دردت میخوره. در مورد قبول اشتباه یه لایو گذاشتم گوش بدی به دردت میخوره. چگونه فریب نخوریم یه لایو گذاشتم گوش بدی به دردت میخوره. اصول مشورت یه لایو گذاشتم به درد بخوری گوش بدی به دردت میخوره. میخوام بگم یکی از دلایلی که اصلا من لایو زود گذاشتم واسه این بود که بعدش میخوام اصلا اگر در جریان نیستید برید گوش بدید. حالا نمیخواد برید 15 تا رو گوش بدید، از این 6 تایی که گفتم خب برو یکیشو گوش بده، دو تاشو گوش بده. نمیگم قبول کن، اصلا قبول نکن، یه ورق کاغذ بذار جلوت، حرفایی که من میزنم اونش که قبول نداری اصلا ول کن، اونش که قبول داری بنویس، هر چیشو قبول داری بنویس، ببین اینا رو قبول دارم، بعد بشین خودت فکر کن خب اینا رو این گفت من قبول دارم، با توجه به اینا خودم تصمیم بگیرم و ببینم چی کار باید بکنم و اون تصمیمیو بگیر، اون تصمیمیو بگیر. دیشب زدم، حالا میخوام واسه تون بخونم. دیشب نوشتم تو پیجم، گوش کن، فکر کن. این اول گوش کن، بعد فکر کن، بعد توجیه شو. توجیه شو، قانع نشدی قبول نکن. بعضی از ما متاسفانه قانع نمیشیم و قبول میکنیم. یکی یه چیزایی میگه نمیفهمیم چی گفت، خب باشه هرچی تو میگی، ممکنه فریب بخوری و کاری کنی که به ضرر خودت و دیگران باشه. آدمی که فریب میخوره متاسفانه یه کاری میکنه که به ضرر خودش و دیگران اکثر مواقع. صلاح خودتو در نظر بگیر همیشه، اصلا حرفی توش نیست، این اصل منه. صلاح خود حتما در نظر بگیر و بعد تصمیم بگیر، اما فکر دیگرانم نکنه نفع تو آتیش به زندگی دیگران بندازه. این مسئله ما انسانیم آقا، نمیتونیم بگیم آقا تو هر دین و آیین و هر چی که داری، دینم نداری، خدا رو قبول داری نداری، پیغمبر قبول داری نداری، وقتی خودتو انسان میدونی نمیتونی بگی خب این به نفع منه ولی یه شهر رو به آتیش میکشه پس برو تا بری من توش پول در میارم. خب بقیه چی؟ بقیه رو به آتیش نکش با این پول در آوردنت، برو. این میشه همون کار مواد مخدر، کارتلایی که هممون ازش متنفریم، اصلا دور نیست از چیز زندگیمون. بد نیست از تجارب دیگران استفاده کنی، بد نیست از تجارب دیگران استفاده کنی. زندگی خود را به آتش میکشی، زندگی خود و دیگران را به آتش میکشی وقتی از تجارب خود استفاده نمی کنی. ببین بد نیست از تجارب دیگران استفاده کنی، اما وقتی از تجارب خودت استفاده نمی کنی زندگی خودت و دیگران رو با آتیش می کشی. من نمیتونم فقط خونه خودم آتیش بزنم، من وقتی خونه خودم آتیش بزنم خونه همسایه هم می سوزه، آپارتمان های بغلی هم می سوزه. واسه همین ما باید هوای هم دیگر رو داشته باشیم. خونه که آتیش گرفت همه باید بریم خاموش کنیم. خونه من آتیش گرفت، نشستی نگاه کردی شعلش کردن دامنتون خواهد گرفت. پس از تجارب خودت استفاده کن، قطعا بد نیست از تجارب دیگران هم استفاده کنی، بد نیست. به دروغگو فرصت دوباره دادن خطاست، اینو یه جا بنویس و داشته باش. به دروغگو فرصت دوباره دادن خطاست، هیچ اشکال نداره ما اشتباه کنیم، من به تو اعتماد میکنم، ولی وقتی عذاب
تو زرد از آب در اومدی، دفعه اول اشتباه کردم، دفعه دوم حماقت نمی کنم. آقا بس، من یه بار به تو کپون دادم، کپونت هم میرم به یکی دیگه میدم، چرا بیام به تو بدم؟ وگرنه 40 سال باید این کپون خرج تو کنم و آتیش بندازم تو زندگی خودم و دیگران. امروز کتاب تاریخ تمدن میخوندم، یه پستی دیدم خیلی خوشم اومد، براتون زدم توی مثقال، مطالب اقتصادی قرار شد تو مثقال بزنم. این پست خیلی حرف بود، ویل دورانت خیلی حرف گنده ای زد. در هر سیستم اقتصادی، در هر سیستم اقتصادی، مردانی که توانایی اداره مردم را دارند، در هر سیستم اقتصادی مردانی که توانایی اداره مردم را دارند، مردمی را اداره می کنند که فقط توانایی اداره اشیا را دارند. حالا بشینید انتخاب کنید، آیا شما فقط توانایی اداره اشیا را دارید یا شما توانه اداره خودتون را هم دارید؟ من دلم میخواد شما توانایی اداره نه فقط خودتون بلکه اطرافیانتون هم و هرچی وسیع تر داشته باشید. این حرفا رو واسه این میزنیم. در این مورد لایو گذاشتم آقا، که اصلا لایو گذاشتم صحبت کردیم که چطور من تعیین کننده باشم، من چه کار کنم که این من باشم، تعیین کننده باشم، نه اینکه دیگران. خب بریم یه مقدار تاریخی به قضیه نگاه کنیم، تاریخی و اینترنشنال، نه فقط نشنال. ببینیم از کجا انتخاب کردن اومد، ما از کی یک نفر انتخاب کردیم. در زمان گذشته، اون زمان که اصلا تمدنی نبود، قبیله ملت با هم زندگی میکردن، تو قبیله هم به اون صورت کسی رئیس نبود. هر وقت قبیلت با یه قبیله دیگه جنگش میشد، یکی رو میگفتن تو رئیس که ما رو هدایت کنی، میرفتن میجنگیدن. حالا اینو خودشون انتخاب میکردن، اینو دقت کنید، اینو خودشون انتخاب میکردن، میرفتن به طرف میگفتن تو رئیس، چون فکر میکردن اون بهتر میتونه اداره کنه، و اون میشد رئیس چون بقیه گفته بودند، و میرفتن جنگ میکردن. جنگ تموم میشد، رئیس دوباره میرفت سر زمینش، تمام میشد، دیگه رئیس نبود. اونجا احتیاج بود رئیس بود، ولی انتخاب شده دیگران بود، دیگران انتخابش میکردن. بریم سر داستان دوم تاریخی، نبرد اول جدی که بین یونان و ایران اتفاق افتاد. یونان میدونید، یونان یک سری از کشور شهرهایی بود که تو فیلم ها دیدید دیگه، یه جای خیلی گنده هم نست، دقیقا مثل یه شهر میمونه ولی مثل یه کشوره. دقیقا یه سری مردم هم، یه نفر هم اونجا بالا دستشونه، دستور بهشون میده. خب اینها متحد نبودند، ولی ایران اون موقع امپراتور بود، یه تیکه بود، متحد بود. اینا متحد نبودن، وقتی با ایران نبردشون شد، همون اوائل، خیلی وقت پیش، چند هزار سال پیش، قبل از اینکه اسلامی باشه، اصلا فکر کنم قبل از اینکه حتی مسیحیت و دیانت یهود هم باشه، حالا میخوام میگم خیلی وقت پیش، اون موقع اینا یک سری، مثلا فرض کنید 10 تا 12 تا حکومت کشور شهر بودن، اینا با هم دیگه اومدن و رفتن با ایران بجنگن. خب شروع کردن به شکست خوردن. چرا؟ چون متحد نبودن. بعد گفتن یه کاری میکنیم، هر دفعه، هر روز که میخوایم نبرد رو شروع کنیم، یه نفر، قبلا اینجوری بوده، نبرد میکردن، خب خدافظ، میریم دوباره صبح میایم. جدی اینطوری بوده و میدونستم نصف شب بخوابن، طرف نمیاد زندگیش رو جارو کنه بره. قبلا و حتی وقتی میجنگیدن، واقعا مردانه میجنگیدن، در این مورد صحبت کردیم، میجنگیدن، نبردشو میکرد، خب خسته شدیم دیگه، بریم بخوابیم، صبح میایم. هیچ کیم نمیرفته طرف خواب سرشو ببره، دوباره صبح میمدن، وای میسادن، نبرد میکردن. خب میدیدن پیشرفتی نمیکنن و روز به روز داره شرشون بدتر میشه و ایران داره خیلی قدر میاد جلو، گفتن بیاد هر دفعه تو هر نبرد یه نفرمون انتخاب کنیم رئیس. طرف انتخاب میکردن، گفتن تو رئیس، امروز تو رئیس، امروز تو فرمانده. 10 تا 12 تا فرمانده نداریم، یه دونه داریم، ما انتخاب کردیم از بین فرمانده های خودمون یه فرمانده رو، حالا تو برو تو برو، ما دنبالت میایم، فردا یکی دیگه، پس فردا یکی دیگه. دیدن وضعشون بهتر شد ولی باز خوب نشد، گفتن این دفعه چی کار کنیم؟ این دفعه آقا یه نفر انتخاب میکنیم، بذار این باشه، بذار این باشه که بدونه چی کار میکنه. امروز یه فرمانده یه راه میره، فردا فرمانده دیگه یه راه دیگه میره، پس فردا یه راه دیگه میره. الان بهترینمون انتخاب میکنیم، الان دیگه فهمیدیم، خودشون انتخاب کردن، گفتن آقا تو بیا بشو، طرفو گذاشتن فرمانده و رفت و ایرانی ها رو شکست داد، یا حداقل از اون شکست افتضاح جلوگیری کرد که حالا بعد جریان اسکندر پیش اومد و ایران دیگه نتونست بیاد دخلشون رو بیاره. خب این یه داستان بود. یه داستان دیگه میگم و میرم سر حقیقت.
اینا داستانه دیگه. حالا ما که نبودیم، گفتند ما داستانهایی که گفتند و تاریخیه رو برام میکنیم. خب میخوام بگم یعنی یه ذره بالا و پایین شد، من عذرخواهی میکنم. دیگه این داستان تاریخه، یه قسمت دیگه تاریخ مذهبیه. آقا خیلی از شما مسلمونید یا توی کشور اسلامی زندگی میکنید، با اسلام آشنایید، این داستان رو شنیدیم که آقا مردم عاصی شدن، مسلمین اومدن در خونه حضرت علی زدن تخت تخت تخ. حضرت علی آقا دمارمون رو در آوردن، بلند شو بیا اینجا حکومت کن. آقا من نمیام. آقا بلند شو، تو رو خدا نابود شدیم. ببینید اینم یه مدلی دیگه. حضرت علی پا نشد بره پوستر بزنه در دیوار آی به من رأی بدید. حتی به قول به عقیده بعضی ها، به عقیده بعضی ها، بعضی این عقیده رو ندارم، من دارم به عقیده بعضی ها میگم، اومدند چیزی که حقش بود و گرفتند. گفت باش آقا مال خود رب نشست، تو اومدن دنبالش آقا بلند شو بیمار نجات بده. این داستانه ولی توش درس خیلی، اصلا کاری ندارم حقیقت یا نه، اونا که باش موافق نیستن حالا شمشیر و خنجر نکشن. از داستان ها بیاموزیم. دعوای ما سر این نیست که این راسته یا نه، دعوای ما سر اینه که اگر این راست باشه چی میتونیم ازش بیاموزیم. حالا به مرور که رفتیم جلو، دستبندی شد متاسفانه. یعنی دوباره یه داستان خیلی نزدیک میخوام بگم، این داستان رو دیگه لمس کردیم. من گفتم همیشه بزرگترین اشتباه ترامپ این بود که بلند شد اومد تو سیاست. ترامپ یک انتخاب شده بود. میخوام بگم انتخاب کردن و انتخاب شدن، اینا حسش کنیم، لمسش کنیم. این یک کلمه نیست، این یک عمله. منی که دارم انتخاب میکنم، من قدرت دارم. تو که داری انتخاب میشی، تو آدم منی، تو باید کاری کنی که من میگم. این میشه انتخاب کردن. من مدیر یک شرکتم، پس من کارمندم رو انتخاب میکنم، از کارمندم میخوام که اون کاری که من میخوام برام انجام بدن و اونها کاری که من میخوام واسم انجام میدن. میتونم بازخواستشون کنم، میتونم تنبیهشون کنم، میتونم عوضشون کنم، چون قدرت دست منه، من تعیین کنندم. من اینو برای شما میخوام، شما انتخاب کنید، مسلما شما انتخاب کنید. ولی حالا بریم سر انتخاب شونده. ترامپ آدم قوی بود، بالاخره تاجر بود، نمیتونیم بگیم نه. قبل از اینم که رئیس جمهور بشه ترامپ، خیلی از رئیس جمهورها شما اصلا قبل از اینکه رئیس جمهور بشن نمیشناختید. خیلی از آدمای سیاسی قبل از اون شما، اینا انتخاب شده اند، اکثرا هم انتخاب شده یکی دیگه اند، اینو دقت کنید. ولی ترامپ، حالا کاری نداریم، ترامپ انتخاب شد، ولی ترامپ هر کاری خواست نتونست بکنه دیگه. اینش که دیگه قبول دارید، ترامپ هر کاری خواست نتونست بکنه چون انتخاب شده یه دیگری بود. ولی ترامپ تو هتل خودش میشینه و هر کاری دلش میخواد میکنه. نه اینو دارم به اون عزیزانی میگم که به بنده لطف دارم، بعضی وقتا من میگم شما باید مثلا من اول من سوادم به این چیزایی که شما میگید نمیخوره، دوم من تو هیچ قسمتی نمیرم. چرا؟ چون بعد یه قسمت فدایی یه قسمت دیگه کنم. اینو بدونید، دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی اینه که یک عده بیان و اون عده با هم همدستی کنن، تلاش کنن، پیروزشن که سوارشن روی عده دیگه. به این میگن دموکراسی. من هرگز حاضر نیستم همچین کاری کنم. و بعد بدونید من اگر انتخاب شده کسی دیگه باشم، من دیگه بالا نیستم، من پایینم، من باید بشنم دستور رو گیرم، من باید بازخواستم، من این کار نمی کنم. دیدید آقا یه نمونه خیلی آسون و راحتش، بنده خودم رو انتخاب کردم برای مدیریت مثقال. ببینید خیلی ساده، مثقال خیلی کوچیک بود، خیلی ریز بود اصلا، ولی میخوام تجربه هم بگم. آقا من مدیر مثقال بودم و خودم رو انتخاب کردم، هر کاری خواستم کردم، هر وقتم خواستم بستمش، کسی هم از پسم بر نمیاد، چون خودم مدیر خودم بودم، خودم رو تعیین کردم. این چیزیه که من برای شما میخوام. میخوام یا خودتون انتخاب کن، یا خودتون کسی رو انتخاب کنید که افسارش دست شماست. ولی بدونید حتی تو شرایط عادی، تو شرایط فعلی، شما اگر کسی رو انتخاب کردی، آیا حالا افسارش دستته؟ و حالا مدل‌های متفاوتی داریم، تو کشورهای متفاوت مدل‌های متفاوت داریم، ولی من مثال ترامپ رو زدم. ترامپ با اون همه قدرت وقتی رئیس جمهور شد هر کاری نمیتونست بکنه، چون انتخاب شده یک عده بود و اون کسی که انتخاب شده بود هر کاری نتونست بکنه، دست و بالش بسته بود.
ولی اگر انتخاب شده خودت باشی، دست و بالت بازه تو سیستم خودت. حالا یه نکته دیگر هم واسه تون بگم، یه مثال دیگه واسه تون بزنم. من سال حدود 2000 بود اومدم ترکیه، یه شرکتی بود قدر به نام این پاش بزرگ، یعنی فروشگاه بین المللی داشت تو یه واحد از این فروشگاه خیلی بزرگ، تو یکیش میرفتی یه شهر بود، بعد تو یه شهر مثلا تو آنکارا چند تاش بود، تو استانبول چند تاش بود. چند سال بعد از زندان که اومدم بیرون میخواستم بیام ترکیه، اون موقع منو میخواستند. گفتم بذار میخوام برم ترکیه زنگ بزنم بگم هنوزم منو میخواید، بگم ببین من الان 10 سال نمیدونم 15 سال 20 سال به تجاربم اضافه شده، یادم نیست 15 سال 15 سال به تجاربم استفاده شده، الان که بیشتر باید منو بخواید. اصلا پیداش نکردم نبود، تموم شد اون قول، تموم شد. چرا؟ چون اون قول مال حزب قبلی ترکیه بود، حزب بعدی ترکیه که اومد مالیدش رو زمین و رفت. این یکی از درسای امروزیه، امروزه. تکیه اقتصادی نکن. یعنی اگر تو الان با این حزب رشد میکنی، فردا اگه این حزب نباشه میخوری زمین. اگر با این مدیر عامل تو به یه جایی میرسی، فردا این مدیر عامل از تو خوشت نیاد تو رو پرت میکنه اون طرف، فردا اون مدیر عامل کلشه تو هم کله شدی. بله زمان قبل خیلی ها بودن، شاه بود، بابت بودن شاه خیلی گردن کلوف بودن، شاه که رفت اونام تموم شدن. ولی کسی اگه خودش آدم گردن کلوفتی بود، مگه کشته باشنش؟ کاریش نمیتونم، آدم گردن کلوف گردن کلوفته. ولی آدمی که زیر چتر شاهه، شاه نباشه اونم وجود نداره، یا شاه اونو نخواد اونم وجود نداره. پس اینم همینه. پس حرف من همینه، تلاش کن استقلال اقتصادی داشته باشی، تلاش کن قدرت اقتصادی. سخته، خیلی سخته، باید قدرتمند باشی. همه هم اذیتت میکنن، ولی اونجا له شدنی هستی که اینجا له شدنی نیستی، چون تکیه نکردی به قدرت خودت ایستادی و این خیلی مهمه. خب این ورقم تموم شد، برم سر ورق بعدی. دوباره میگم خودت، خودتو انتخاب کن، آنچنان اقتصادی برای خودت بساز. توی لایوهای قبل اصلا در این مورد چون صحبت کردم، نمیخوام دوباره برم توی که دنیای خارج کمترین تأثیر رو روی اقتصادت بذاره. اگر وابسته به اقتصاد یک نفر باشی یا یه سیستم باشی، مثال بزنم دوباره واسه تون از آدم های بزرگی که میشناسید، بیل گیتس رو میشناسید، همه تون میشناسید. فکر میکنید بیل گیتس رئیس جمهور رو انتخاب میکنه، یا ملت بیل گیتس رو، یا رئیس جمهور بیل گیتس رو؟ بیل گیتس داره رئیس جمهور انتخاب میکنه الان. ولی چرا؟ چون بیل گیتس قدرت داره. چون بیل گیتس حالا چطور این قدرت رو گرفت اصلا داستانش مفصله، در اون مورد نمیخوام صحبت کنم. این که درست غلط کار نداری، ولی آقا تو تمام خونه هاتون سخت افزار و نرم افزارش هست، تحت کنترلشید. امروز با شما قهر کنه، کلا فردا دنیا خوابیده، کسی نمیتونه باش در بیفته. بله من و شما بیل گیتس نمیشیم، شاید هم بشیم، شاید هم گنده تر شیم، ولی میتونیم ازش الگو بگیریم و درس بگیریم، و ترامپ هم الگو بگیریم و درس بگیریم. بیل گیتس کسیه که میاد رئیس جمهور انتخاب میکنه. پس شما میتونید این کارو بکنید. اگه نمیتونید، هزار بار گفتم وقت تو تلف نکن. یه عده دارن وقت تو تلف میکنن، میخوان وقتت کشته شه، میخوان از اون سمت نری. یه مثال بزنم، یه دونه کبریت، شما یه کبریت، کبریتی که روشن میشی برای اینکه یک شمع رو روشن کنی، چون خودت نمیتونی مدت زیادی روشن بمونی، خاموش میشی. پس میخوای یه شمع رو روشن کنی که اون شمع راه خیلی ها رو روشن کنه، یا یه چراغی رو روشن کنی که غذا بپزه یه سری بخورن و استفاده کنن. یه آدم خبیثی هست، نمیخواد ملت غذا بخورن، نمیخواد چراغ روشن شه، نمیخواد. آقا من اصلا با شخص خاصی صحبت، من کلی در دنیا دارم میگم، اینو بدونید. چرا اینو میگم؟ چون پریروزا
یه صحبتی میکردم، بعد یکی از عزیزان به یکی از ادمینا گفت آقای گلچنی منظورش آقای ایکس یا آقای زد و وای. من کلی اصلا کل این لایو و وایس های من واسه فردا نیست، واسه نفری نیست، واسه کل زندگیتونه، واسه اینکه اگه 300 سال دیگه این صدا به گوش کسی رسید بتونه باش زندگی کنه، نه بابت یه نفر خاص، بابت یک خلق و خوی خاص که در هزاران نفر در هزار در تاریخ بوده و همچنان هم هست. حالا پس یکی از دوست نداره این چراغ روشن شه که بقیه راهشون رو ببینن. تو دنیا زیادن، تو ایران هم هست، همه جا بوده و هست و خواهد بود. پس یکی سعی میکنه این چراغ رو فوت کنه، این لام، این کبریت رو فوت کنه که این کبریته نتونه برسه به شمعه و این کبریته خاموش شد، شمعه هم روشن نمیشه. یه روش دیگه هم وقت کبریتو بکش، وقت کبریتو بکش، کبریتو میاد بره سرش گرم کن، آه اینجا واسهش ملق بازی در بیار، کبریته میاد سرش گرم میشه، تموم میشه، خاموش میشه، نرسیده شمعه روشن کنه. مراقب باش سرتو گرم نکنند، که اونو در موردش تو مدیریت زمان صحبت کردم و جاهای دیگه. یه نکته دیگر را دقت کن، کسی که تو انتخابش میکنی اومده واسه خدمت، اینو بلد باش. مراقب باش کسی که میاد برای کاسبی نیومده باش. همه جا، ما در سیاست، در دین، در اقتصاد، در جاهای مختلف آدمای متفاوتی رو انتخاب میکنیم. اون کسی که من انتخابش میکنم، انتخاب یعنی این، من انتخاب میکنم که اون به من خدمت کنه، اصلا حرفی نیست. من وقتی یه کارمند میگیرم، آقا واسه خودم دارم میگیرم، بونگا خیریه که نیست. بعضی از ما اشتباه میکنیم، فکر میکنیم اینجا بونگای خیریه است. آقا اینجا بونگا خیریه نیست. اونی هم که بونگای خیریه راه میندازه بلد باش، داره پولشویی میکنه، داره میخواد یه مقدار از زیر مالیات در بره. حالا بگردی یک به هزارش هم آدم مهربونی، اونم تا یه حدی، تا یه حدی. گلشنی تا یه حدی مهربونه، از یه جایی به بعد اگه بخواد مهربون شه خودش هم میخورن میبرنش، نمیتونه. هیچ کس نمیتونه. پس مهربونی همونه که آقا پا نذارن رو لهت کنن، ولی کسی نمیگیره بلندت کنه. تو هیچ جای دنیا کسی نمیگیره بلندت کنه. اینو آویزه ی گوشت کن. فقط اینو واسط بگم، یه وقت من بابام قرار انتخاب شه به عنوان رئیس کوچه، من میام دم شما ببینم ممدی، حسنی، تقی، نقی، غلام، بیم به بابای من رای بدید که بابای من بشه رئیس کوچه. خب به شما چی میرسه وقتی بابای من شد رئیس کوچه؟ هیچی، همه شما هم میخورم، نهایتش یه چیز هم میدازم جلو شما. ولی بعد با همدیگه میریم حق بقیه رو میخوریم. این چیزی که من از نظر اخلاقی نمیپسندم. از نظر اخلاقی این کار هست، تو کل دنیا هم هست، بهش هم میگن دموکراسی. تو بهترین حالتش یک عده‌ای رو سر همه سوارن و یک عده‌ای میخورند و بقیه، ولی همون عده نمونش این پاش بود، فردا نیستن و میخورن زمین. اگر رفتی چسبیدی به اون عده، هم حق ملت خوردی، هم فردا پس فردا تا ابد که این عده نمیمونن، فردا پس فردا اون عده نیستن. برگرد به گذشته تاریخ تو کشور خودت، تو دنیا، ولی اون اصل کاریه رو تو هرگز نمیبینیش. اصلا بهش میگن دستای، اون همونه که میاد رئیس جمهور رو میذاره، اون همونه که میاد اون سیاست مدار رو میذاره. اینو بدونید، من همیشه گفتم سیاست در خدمت اقتصاده، چون اقتصاد یعنی پول. شما بدون پول هیچی نداری. یه سیاست مدار با پول میتونه بره تبلیغات کنه، پول نباشه هیچ چی نیست. اون پول میره آدم رو میخره، اون پول میره مزدور استخدام میکنه. پس اقتصاد در خدمت سیاست نیست، سیاسته که در خدمت اقتصاده. یا آدم گنده حرف نمیزنه، آدم داره واسهش حرف میزنن. آدم های گنده نمی جنگن، آدم دارن واسهشون می جنگن. مهرهاشو فقط جا به جا میکنه، آدمشو میذاره از زبون خودش حرف میزنه، اون آدمی میشه. بعد کسی اصلا شما رو نمیشناسه، شما پولتو جارو میکنی. به قول یه آقای چرا خاموش، اصلا اسم جایی نیست، اصلا کسی تو نمیشناسه. اون که تو میبینیش یه عروسکه، فردا قهوهش میکنن، پس فردا سبز و بنفش و هر روز یه رنگیه، ولی اون یه عروسکه. هر کیو که تو میبینی که داره میچسبه یه جای تو اقتصاد، بله تو سیاست، آدمای اقتصادی گنده رو خیلی هاشون رو میتونی ببینی چون آدمای موفقی هن. ولی اگه اومدن چسبیدن به سیاست، یا مثل ترامپ یه اشتباه دارن میکنن، چون آقا تو اینجا تو نتونستی هر کار دلت بخواد بکنی. حالا دلم خواست آدم مثلا آدمی بود که میخواست این کار، اون دیگه خودش میدونه، من این کار هرگز نمی کنم.
من خودم و بازیچه من هرگز نمیذارم کسی ازم، چون اگه منو گذاشتن اینجا من باید کاری که اون میگه بکنم، من باید خادم باشم. اینو بلد باشید، شما کسی رو انتخاب میکنی باید خادمت باشه هر جا. و مسئله باید ببینید طرف خادمه یا طرف کاسبه، اومده کاسبی یا اومده خدمت کنه، کاملا مشخص، اصلا حرفی توش نیست. اینو بتونی تشخیص بدی خیلی عالیه، و اگه نتونی تشخیص بدی خیلی بده، چون همون میشه که بهت گفتم قبول میکنی بدون توجیه شدن، فریب میخوری، زندگی خودتو بقیه رو به آتیش میکشی. امروز نه، فردا نه، حرف فردا نیست، حرف تا آخر زندگیته، حرف ایران نیست، حرف کل دنیاست. این جمله واسه تون آشناست: در تعیین سرنوشت کشورت و خودت نقش داشته باش. عالیه، عالیه، معرکه است. چطوری میشه این کارو کرد؟ یه سوال دارم، آیا یک خر میتونه در تعیین سرنوشت خودش نقش داشته باشه؟ به من بگید. من میتونم خر باشم و در تعیین سرنوشت خودم اصلا نه، و کشورم اصلا یه سری خر دیگه، یه سری آدم دیگه نقش داشته باشم. آیا خر میدونه چی بارشه؟ میدونه کجا میره؟ نه. خر ممکنه دینامیت پشتش دارن میبرن یه معدن رو منفجر کنن، ها ممکنه خوب باشه، ممکنه با این دینامیت میرن خونه یکی رو منفجر کنن پس بده. خره ممکنه داره کا میبره خودش بخوره، ممکنه نه کا میبره بقیه بخورن، پس خره نمیفهمه کجا داره میره، فقط بار میبره. گوسفند، آیا گوسفند میفهمه که چی کار داره میکنه؟ گوسفند میفهمه دارن میبرنش مرتع بچره یا دارن میبرنش سرشو ببرن؟ نه. پس تو تا خر باشی تا گوسفند باشی هرگز نمیتونی نه واسه خودت چیزی بسازی و واسه بقیه. اگه اشتباه میگم بگو اشتباه میگی. اگه من اومدم که صحبت کنم چون نمیخوام تو خر و گوسفند باشی و چون معتقدم تو خر و گوسفند نیستی. چرا من نمیخوام لیدر باشم؟ چون یه لیدر احتیاج به خر و گوسفند داره که دنبالش بیان. حتی یه پیامبر، پیامبرها تمامشون لیدر بودند. نگاه کن، یه پیامبر یه دموکراسی بود، دیانت مسیح اومد، مسیحی برده نمیتونه باشه، بقیه میتونن برده باشن دیگه. کتابشو خوندم واسه تونم گذاشتم پستشو. مسلمونه میتونه برده باشه اگه تو مسیحی باشی، ولی حق نداری مسیح... یهودی هم برده باشه ولی مسیحی برده نمیشه باشه. داره تفاوت میذاره. من هیچ تفاوتی بین شما دوتا نمیذارم. مسیحی را خودتو برو، من مسلمان اصلا این چیزی که تو قلبته، انسان باش. به کمک هم میتونیم این چرخو جلو بریم، نه با تیکه تیکه کردن هم. حضرت محمد اومد، بعدش اسلام دنیا رو گرفت، مسیحیه شد برده، مسلمونه شد ارباب. دوباره این یه دموکراسیه که یه عده بر یه عده دیگه سوارند. کشور اسلامی یعنی چی؟ یعنی قانون اسلام، بقیه باید برن بمیرن. آقا من اذان میگم، تو هم اونجا بیخوابی بمیر. من میخوام روزه بگیرم، تو بی خود کردی چیز میخوای بخوری، قانون قانون منه، کشور منه، خداحافظ، نمیخوای برو. اینو من قبول ندارم. حالا آدم بدی هم یا آدم خوبی، هر دینی، آقا دین خودم، اعتقاد خودم، اگر دیدم داره تفاوت میذاره لحظه ای درش نمیمونم، لحظه ای درش نمیمونم. من هیچ خطی بین خودم و تو نمیکشم مگر انسانیت. پس میخوای در سرنوشت خودت و کشور سهیم باشی، اول خر نباش، اول گوسفند نباش، که برد ندارن ببرنت. یه گله خر رو ببرن از روی یه سری آدم رد کنن، یه گله گاو رو ببرن از روی سری آدم رد کنن، بعدم برن سرشون رو ببرن. لیدر یعنی این، لیدر یعنی تو رو به چشم گاو و گوسفند نگاه میکنه برای اهداف خودش. نهایتا یه استخون پرت میکنه جلوت. بله نهایتا من میگم بیا به بابای من رأی بده، تو کل دنیا میاد اتفاق میفته. حسن تقی نقی، بلند شید بیاید به بابای من رأی بدید که حق کل کوچه رو بخوریم، یک یه تیکه هم میدم به شما. این یعنی انتخاباتی که خیلی جاها دارید میبینید، نه اینکه من انتخاب کنم کی میتونه به من خدمت کنه. ولی بدیش اینه که من خر و گاو و گوسفند باشم اون وقت دیگه. پس اینو قبول داریم، من اگر خرم، من اگر گاوم، من اگر گوسفندم، من نمیتونم مسیر رو تشخیص بدم، من نمیتونم حتی صلاح خودم رو تشخیص بدم، من نمیتونم فهم این را که دارم من میبرن کجا دارن میبرن. پس قدم اول گاو و گوسفند و خر نبودن که ما نیستیم، فقط کافی بیستیم، فقط کافی کتاب بخونیم، فقط کافی
تجربه کنیم تفاوت اصلا تمدن از کجا اومد؟ از اونجا که استفاده از تجارب اومد، از اونجایی که قلم و خودکار و کاغذ اومد. ما وقتی تونستیم بنویسیم تمدن شد، چون من می نویسم برای تو می خونی و تو استفاده می کنی. قبل از اون به این شدت نبود، چون نهایتا پدر به پسره می گفت همجور می رفت. ولی بعد تونستن از این قاره به اون، الان نگاه تا تمدنه اون ور دنیا باش، با یه کلیک به اون ور دنیا می فرستی. پس اول خودتو بساز آقا. تو تا یه آدم قدرتمند و فهیم و دانا نباشی اصلا نمیتونی خودتو بسازی، نمیتونی کاری بکنی. تو چطور میخوای دنیا تو بسازی وقتی خودتو نمیتونی بسازی؟ آدمی که توان ساخت خودشو نداره. تمام این صحبتهایی که کردم تا این چند ساله، تمام این لایوهایی که واسهتون بیش از 15 جلسه گذاشتم در این جهت و باز هم دارم، فقط واسه که تو آدم قدرتمندی باشی و بتونی بسازی. قطعا اصلا هدف همینه که بساز خودتو و اطرافیانتو تا بتونی زندگی کنی. آدمی نمیتونه خودش، تو خوش بد نمیگذره که یه قصر بالای یک طویله داشته باشی، بوی بد خودتو هم فرا خواهد گرفت. تو اون وقتی لذت میبری که با دیگران باشی و دیگران هم راحت باشند. خب تمامش میکنم با چند تا حرف. اول این وایس هایی که گفتم برو گوش بده، اون نکاتی شو که الان حرفای من ممکنه با خیلیاش مخالف باشه، با اونیش که موافقی بنویس و رو اونیش که موافقی کار کن، رو همون تیکه که موافقی. حتی یه جمله، یعنی آیا یه جمله من و تو با هم مشترک نیست؟ اگه هست اونو بنویس و بعد رو اون از این به بعد زندگی کن. از هر یک ساعت من یه جمله که هست از اون استفاده کن. مسلما با خیلیش موافق نیستی، منم آدم کامل نیستم، ماها با هم خیلی فرق داریم، ولی دشمن هم نیستیم. دنیا واسه هممون جا داره. مراقب باش وقتتو تلف نکنند. مراقب باش تو یه کبریتی که اگه وقتتو تلف کردن خاموش میشی و این میخواد تو خاموشی، این میخواد این وقت تلف شه. ببین جایی که هستی چی بهت میده. در این مورد چون لایف زیاد گذاشتم مثلا صحبت نمی کنم، مثلا لایف دارم فقط در این مورد. مراقب خودتون باشید. صحبت دیگه ای ندارم. میدونم که بهترین تصمیم واسه خودتون و آینده خودتون میگیرید. دوباره ازتون خواهش میکنم، تصمیماتی که برای خودت میگیری مراقب باش، دیگران رو آزار نده. فقط همین التماس دارم ازت میکنم. نرو جایی که انسان نمیشه مرنت. شب همگی بخیر.